سلام و درود به چنل یوتیوب سفر. خیلی خوش اومدین دوستان. می‌خوام یک کوتاهی ریش انجام بدیم. البته این ریش حفظ میشه، یعنی بلندیش حفظ میشه و یه مقدار مرتب میشه. دوستان عزیز، قبل از این که شما بخواید به ریش بلند دست بزنید، حتما باید یه سشوارکشی انجام بشه که موهایی که اگر موج داره صاف بشه که شما بتونید دقیق ریش رو در بیارید. یه مقدار رطوبت میدم به ریش. اگر ریشای خیلی فر و فری بود، موجدار بود، شما میتونید یه مقدار از اسپری دو فاز روغنی استفاده کنید که شونه پیچتون توی ریش گیر نکنه. از یه برس پیچ استفاده میکنم. برس پیچ من ببینید تنشناش یا همون دندونهاش کوتاهه و به درد این کار میخوره. ببینید سر تکیه داده شده که باد سشوار اذیت نکنه مشتری رو. پس حتما وقتی داری سشوار میکشید حواستون باشه این قسمت بدنه به صورت برخورد نکنه، چون داغ میشه و صورت میسوزه. و توجه به پرتاب بادتون باشه که به پوست صورت نخوره. کافیه برای یه مرتب کردنش، همین قصدش با کافیه. میریم سراغ تنظیم کردن. ایشون پایینش نمیخواد کوتاه بشه، فقط یه مقدار نوگیری میکنم، تنظیمش میکنم پایین ریشو. این بغل هم یه مقدار میخوایم محوش کنیم که با سر فید بشه یا محو بشه. یه از این بر بگیر باشه. اوکی، سر آقا وسط باشه، نزدیکتر، عالی. ابتدا میام شونه 4.5 میلیمتر رو روی ماشین میذارم. و دوستان ببینید هر ریشی یه فرمول کوتاه کردنی داره. مثلا به این بلندی باشه، اینجا گونه ها برآمده باشه، من میتونم اینجا رو یه مقدار بیشتر بگیرم، ولی اگر اینجا یه مقدار تو رفته باشه پس باید همینجا فقط محوش کنم. به این چیزا توجه کنید. من اگه چند تا مدل ریش دارم هی آموزش میدم هر سری، به خاطر اینکه جنس ریش، خود فیس شیپ یا همون شکل صورت، اینا خیلی مهمه، اینا تعیین کننده است که ما چجوری باید کوتاه کنیم. با 4.5 از این قسمت، اینجا برآمده است، از همین قسمت میتونیم مثلا یه نشونه هم بذاریم. مثلا من اینجا رو تا کنار گوش آوردم پایین، تا این لاله گوش، اون برم تا لاله گوش میارم پایین. خب تا اینجا با 4.5 اومدم، 4.5 میلیمتر. حالا گارد ماشین رو باز میکنم. به این میگن گارد. وقتی میکشمش عقب دندونه ها میاد جلو، میکشمش جلو دندونه ها میاد و هم سطح میشه با تیغه متحرک بالایی. این برای کسایی که نمیدونن. گارد ها رو باز میکنم، 1 میلیمتر با ما اندازه میده. یه کوچولو میام پایین 1-2 سانت از اینجا و به این شکل این قسمت رو با 1 میزنم. حالا گارد رو یه مقدار میبندم، یه کوچولو میرم بالاتر. دوباره گارد یه مقدار بسته میشه، میرم بالاتر و کاملا بسته و محوش میکنم این قسمت رو. حالا 4.5 مونده و 1.5 لاین. 1.5 میخوایم از 4.5 وصل کنیم کار رو به 1.5. چه کار میکنیم؟ میاییم و شونه 3 میلو روی ماشین میذاریم. اینجا 4.5 بوده دیگه، حالا
سه میل میاد ادامه 4.5 رو میره بالا، عوضش میکنیم و دوباره شونه 1.5 میلیمتر رو میذاریم. 1.5 میلیمتر گارد رو باز میکنم، میاد ادامه 3 رو میده و بعدش گارد رو میبندم، ادامه 1.5 گارد باز و خیلی راحت محو شد. خب اینجا 4.5 میلیمتر ما چیکار کرده؟ یه موجی انداخته، باید این موج برطرف بشه. مین و از تکنیک آورکامپ کلیپر استفاده میکنیم، یعنی شونه و ماشین، و از کم به زیاد با این حرکت با این تکنیک عمل محو انجام میدیم. شکلی میگیره به سمت خودم کشیده میشه و از کم به زیاد کوتاهی انجام میشه که عمل فید یا همون محو شدن صورت میگیره. من اومدم اینجا رو محوش رو انجام دادم. حالا بیا از روبرو بگیر زری. میبینید اینجا دیگه تو رفتگی نداره، چون اینجا خود صورت میبینی برآمده است. پس اومدم یه سطحی ساختم به این توی این قسمت. اگر گود بود من اینو اینقدر پایین نمی‌آوردم. میایم سراغ این قسمت. ایشون این قسمت رو اذیتش میکنه، موج بر میداره. من تکنیک‌ها رو میگم برای شما که دیگه بدونید، اگه کسی به شما گفت بدونید چی کار کنید. خب من میخوام از این قسمت فقط تنظیم نیاز داره. ببینید فقط تنظیم میکنم اون موهایی که بیشتر رشد کرده و تنظیم ریشو انداخته رو میگیرم. به این قسمت که میرسم ببینید یه مقدار این قسمت بیشتر کوتاه میکنم. حالا تکنیک‌های دیگه هم مثلا اینم هست اگه کسی دوست نداشته باشه این قسمت رو بزن، اگرم که نه میتونید این مقدار کوتاه‌ترش کنید. مشتری ما دیگه این قسمت ریشش بعضی ریشا، بعضی قسمت از ریش وقتی بلند میشن یه موجی برمیدن. همه نه ها، برای بعضی ها ببینیم با یه تکنیک از بینش بگیم. اینجا هم از زیاد رفتیم توی کم آفکار شما میگم. ببینیم الان من سیبیل آفکار رو میگیرم، ولی به دلیل اینکه ریش بلنده چی کار میکنم؟ بذارم لوای مقدار پنهان بمونه. مشتری ممکنه تخصصشان نداشته باشه، پس ولی اون آخر کار متوجه میشه که بهش اومده یا نه. خطش رو با تیغ میگیریم. البته ایشون چرفی شماره پیش ما و خطوط دوریش رو گرفته. آره خب چون ویدیو آموزشیه مقداری که
در اومده رو دوباره برای شما درست کنم. من سعی میکنم هر سری که ریشای متفاوتی میاد پیش من، جنس ریش متفاوت، مدل متفاوت داره، شما ویدیو بگیرم و توضیحات کامل رو بگم که شما عزیزانی که ما رو دنبال میکنید بتونید بعد از دیدن این ویدیو دیگه چالشی در رابطه با خط ریش رو نداشته باشید. این ژل ریشه، من از ژل ریش استفاده میکنم. چرا از آب استفاده نمیکنم؟ به خاطر اینکه وقتی تیغ من داره حرکت میکنه رو پوست، این ژل باعث میشه تیغ من راحتر لیز بخوره و تیغ من راحتر برش بده. و مشتری اذیت نشه. پوست رو میکشم و همون سر جای قبلیش پایین میرم. اینم از خطریشمون. الان میریم کنار گوش. کنار گوش بچه ها بعضی جا باید با نوک تیغ کار کنید، بعضی جا با ته تیغ. به اینا دقت کنید، بعضی جا با وسط تیغ. میریم سراغ خط زیر گردن. ببینید این بالشتک صندلی رو وقتی میارید پایین تر، مشتری میتونه چیکار کنه؟ سرش رو بیشتر ببره بالا و شما خیلی راحت میتونید دسترسی پیدا کنید به زیر گردن. خواب ریش رو به بالاست، پس من میام موافق، مخالف نه، موافق خواب ریش حرکت میکنم که پوست زخم نکنم. یه قسمت الان رو به پایین خوابشه، زیر گردن اینجوریه دیگه، بعضی قسمت ها رو به بالاست، رو به پایینه. شما باید دقت کنید. یه جوری باید وایسم که ویدیو هم دستم تو ویدیو نیاد، شما راحت ببینید. داری میگیری؟ خب اینم از خط زیر گردن. دقیقا همین کاری که این بر انجام دادیم، این قسمت صورت رو انجام میدیم. امیدوارم که این ویدیو به کارتون بیاد و استفاده لازم رو برده باشید. حالا این قسمت رو ببینید با این قسمت، ببینید چقدر فرق کرد. مشخصه تو ویدیو این قسمت و این قسمت. حالا ما این سشوار کردیم، وقتی هم بشورید این نوک تیغ یه هلالی رو به داخل بر میداره، خیلی خوشگل و عالی میشه. خیلی مخلصیم، امیدوارم که ویدیو به دردتون بخوره و استفاده لازم ببرید. لطفا اگر هنوز مشترک چنل یوتیوب نشدید، چنل سابسکرایب کنید، زنگوله فعال کنید که به محض اینکه ویدیو جدیدی گذاشتیم شما اولین نفری باشید که این ویدیو رو تماشا میکنید. تا دور دیگر، بدرود.